به نام آن که هستی نام از ویاف. سلام به دوستان و بیننده های عزیز برنامه به نور امروز طبق برنامه های قبلی خوشحالیم که مهمان عزیزی داریم و در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم برنامه امروز ما بحثمون درباره سوالاتی خواهد بود که بیننده عزیزمون که شخصا یا با همفکری دوستان دیگر و گروه های دیگری شاید سوالاتی براشون مطرح شده بود که برای ما فرستادن و ما امروز اونو میخوایم با اقای بازرگان مطرح کنیم و با توجه به استناد به آیات قرآن بفهمیم که این سوالات به چه شکلی جوابشو میتونیم بدیم و علت این سوالات این بوده برای این بیننده عزیز ما به خاطر تضادها و تعارضایی که با یافته های قرآن وجود داره که با یافته های علمی امروز جور در نمیاد و شاید از نظر منطقی برای این بینندگان عزیزمون قابل توجیه نباشه و سوالاتی که مطرح شده اشاره کردن این بیننده عزیزمون که به آیاتی اشاره کردن که ما این آیات رو دونه دونه سعی میکنیم باز کنیم بشکافیمش و لغت لغت معنی کنیم و ببینیم که واقعا اون مفهومی رو که بیننده های عزیزمون از این آیات برداشتن درسته یا اینکه واقعا معانی دیگری میتونیم از این آیات بیرون بکشیم اگر که اجازه بفرمایین زمن خوش آمد به شما مهمان عزیز و با بیننده های عزیزمون سلام علیکی بکنیم و وارد این سوالاتی که به نظر من خیلی هم سوالات پراکنده و بسیار انشالله که وقت بکنیم با همه هم این سوالات رو مطرح کنیم و به یه نتیجهی برسیم شروع کنیم به نام خداوند جان و خرد و با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند خوشحال هستم که بار دیگه توفیقی دست داد که خدمت شما باشم و تشکر میکنم از بینندگانی که با طرح سوالاتشون به حال زمینه فراهم میکنن که هم ما این توفیق رو داشته باشیم که خدمتتون برسیم و هم انشالله که کمکی بشه برای حل برخی از سوء تفاهمات و بر حال هایی که نسبت به بعضی از این معارف هست میریم دنبال سوالات این بیننده ما خیلی معلومه راجع به این آیات واقعا فکر کردن و مشورت شده اه. چون خیلی اشاره کردن که این آیات خیلی با واقعا تناقض داره با علم امروز این آیات مثلا بوده برای عرب های 1400 سال پیش بله ولی با دانش امروزی بشر رو با پیشرفت علم اصلا اینا جور در نمیاد ولی خب اشاره بریم سوال سراغ سوال اول که ایشون اشاره کردن که مخصوصا چون من آیه ها رو یادداشت کردم اشاره امه. کردن به سوره لقمان آیه ده که در این آیه مطرح شده که این آسمان ها ستون های نامرئی دارن و این ستون های نامرئی با هیچ دوربین های نجومی امروزی هم دیده نمیشه خب. بعد میخوان بدونن سوره لقمان سوره لقمان آیه ده به اجازه بدین منم بیارمش و اصل سوالشون چی هست؟ چرا که که ستون نامرئی داره؟ بله آه. چون الان من دارم آیه رو جلو چشم که اشاره شده به اینکه آسمان رو بی هیچ ستونی که ببینید بیافریده یعنی خداوند این ستون هیچ س... بدونی که این ستون رو ما ببینیم اه. این آسمانها رو آفریده و بر روی زمین کوه رو بیافکنده تا نرزادند و از هر گونه جنبنده در آن پراکندن و از آسمان آب فرستادیم و در زمین هر گونه گیاه نیکوی رویاندیم البته ایشون اشاره کردن که این ستون ها که این آسمان رو نگه داشته و در آیه هم بهش اشاره شده چرا با هیچ دوربین قوی نجومی هم نمیشه دید حالا بله. این رو لطفا شما توضیح بدین تا بریم سراغ دونه دونه سوالات این بیننده های عزیز. بله تو این دو جای قرآن کریم همین لقمان جای دیگه هم تو دیده بودم بله سوره یه... میگه... رعد هم بهش اشاره کرد بله سوره رعد هم بله، درسته بله، آیه 2 اش یه خلق از سماوات خداوند آسمان ها رو آفریده به غیر عمد ترونه ها بدون ستونی که قابل رؤیت باشه بله یا یه جا میگه رفع از سماواته و بله، الارض فکر کنم سوره رعده. رفع یعنی ارتفاع بخشیده کهکشان ها عالم بی حد و حساب نمیگه ستون داره میگه بدون چیزی که شما ببینید قابل رویت باشه در واقع چه انتظاری هست برای مردم 1400 سال پیش در یه قبیله که سوادم نداشتند حالا جاذبه رو فرض کنید زمان نیوتون مثلا کشف کردن و معلوم شد که چه نیرویی هست که به هر حال اجرام رو به سمت خودش میکشه خب اسمش گذاشتن نیروی جاذبه ولی در 1400 سال پیش در یه جامعه قبیلگی واقعا اگر یه کسی بخواد به مردم توضیح بده که این ستاره ها این ماه و خورشید اینا چگونه در جای خودشون قرار دارن نمیافتن چون به ذهن بشر اولیه اینطور میامده که چطور اینا اون بالا موندن چرا نمیافتن هر چیزی رو آدم خب رها بکنه قاعدتا به سمت زمین باید فرو بیفته میگه خداوند آفریده منظور از آسمان هوام نیست یعنی ستاره ها کرکشان ها ماه و خورشید خلق از سماوات به غیر عمدن ترونه ها بدون ستونی که شما ببینید یا رفع از سماوات خیلی عظمت بخشیده و ارتفاع و رفعت بخشیده بدون اینکه قابل رؤیت باشه یعنی به یه زبان اولیهی برای فهم و درک انسانهایی که فاقد این سواد و اطلاعات علمی هستند داره توضیح میده که خداوند یه نظامی قرار داده که اینا نمیافتن هر کدوم در جایگاه خودشون هستن مثل ستون اینها رو برافراشته نگه داشته اینا در واقع استعاره است در هر زبانی هم هست نه اینکه واقعا ستون باشه میگه ستونی که نمیبینید یعنی همون جاذبه نگه آه. داشته اینا رو یعنی نظامی برقراره که قابل رؤیت برای شما نیست ولی خدا این نظام رو مقرر کرده بنابراین این چیز غیر علمی نیست این در واقع به زبان ساده است یه وقت که کودک شما یه سوالی میکنه از شما شما به زبان قابل فهم او میگین خب حالا به زبان مردم 1400 سال پیش داره میگه ماه و خورشید و ستاره ها کهکشان ها اینا همه در جای خودشون قرار دارند نیروی اونها رو نگه داشته <صح analyse> چیزی که شما نمی بینید اون رو یعنی yani ستونی نیست که ببینید نمیگه ستون داره بله. به غیر امدن ترانه ها بدون ستونی که قابل رؤیت باشه یعنی <ieht camarindic> در واقع این نیست که آسمان ها ستون داره که این سال کننده ارجمند به نظرشون رسیده باشه که خدا داره میگه ستاره ها هر کدوم روی ستونی وصلن و پچر ما این ستون رو نمی بینیم. بله. اصلا اینجوری نمیگه ولی بله، آیه مهندس فکر نمی کنین که حتی همین که گفته اشاره کرده به ستون در آیه باعث شده که واقعا دانشمندا اینو به فکر بندازه که واقعا این آسمان با چه نیرویی و برن دنبال پایدا پیدا کردن نیروی جاذبه یعنی یه توجه بشر رو به یک چیزی که شاید وجود خارجی نداره مثل اون ستون توجه و جلب داده که اون بشر به فکر بیفته که واقعا بره بینه این آسمان چرا اونجوری با چه نیرویی اون در بالای هستش حالا يعني... در واقع نیوتون و دانشمندان فرض کنید اروپایی کپلر کوپرنیک اینا که خب قرآن اینا رو نمیشناختن اونا رو کنجکاوی علمی خودشون رفتن پیدا کردن ممکنه در اون دوران تمدن با اسلامی تا مثلا قرن چهارم پنجم بعضی از اون متفکرین چون یه دورانی بود که اروپا در جاهلیت عمیق خودش بود اصلا بیخبر از همه این مسائل علمی بودن در ایران یا فرض کنید در اندلس دوران تمدن اسلامی خب اون متفکرین بودن ممکنه اونها از این اشارات و از این نکات چیزایی رو درک کرده با. بودن و چون چون هم شد 400 500 سال قبل از نیوتن بعضی از این متفکرین ایرانی تو نوشته ها از اشاراتی داشتن ولی پابلیک نشده بوده اینطور توسعه پیدا نکرده مهم. تبلیغ نکرده بوده ولی توی بسیاری از کتاب‌های گذشته می‌بینیم که چنین درک و فهمی برای کسانی بوده بله. ولی خب در اون دوران دیگه علنی شده و به اطلاع عموم رسیده بله خب این بله سوال این بی... سوالی بود البته اشاره به سوره رد هم کرده بودن آیه دو که اونم هم شما همینه دیگه بله راجم. بعد سوال دیگه که ایشون بیننده عزیز مطرح کردن که گفتن که در قرآن گفته شده ستارگان را که خود... را خدا وسیله تزین آسمان ها قرار داده است وسیله جب... بزنگ... تزین آسمان این دیدگاه مسلما توسط جب... جب... کسی عنوان شده که خبر نداشته برخی از این ستارگان که به نظر ما چراغ‌های تزیینی آسمان آیند هزاران برابر از خورشید ما هم بزرگتر هستند فهم کنم منظور این بیننده بره. بوده که خب این کره زمینه و و این ستاره هم اصلا آفریده شده که برای چراغونی کردن این کره زمین که ما توش زندگی میکنیم که خب الان واقعا با علمی م. که چیزی که ثابت شده م. یه چیز نیست و به خاطر همین برشون سوال مطرح شده که بله این به بحث بارها پنشیش بار در قرآن تکرار شده مسئله هفت آسمان رو مطرح میکنه که کاملا روشنه که این جو روی زمین رو داره بیان میکنه که حالا ما خب شناختیم اتمسفر رو نمیدونم تروپوسفر رو، مگنوتوسفر و ایزوسفر و طبقات مختلف که هر کدوم هم یه نقشی دارن عمدتا دو نقش اشاره کرده در قرآن برای این فیلتر محافظ روی کره زمین یکی میگه زینت این پنج بار تو قرآن اومده یکم حفاظت میگه اینا دو تا نقش ایفا میکنن یعنی در مورد ستارگان نه آسمان روی زمین آسمان در واقع زمین. این بل. اتمسفر زمین جو زمین دو تا نقش یکی حفاظت یکی هم زینت نه تنها غیر علمی نیستش بلکه کاملا هم علمیه قران میگه که زیناهال ناظرین ما این آسمان رو زینت بخشیدیم برای ناظرین ناظرین کجا هستن؟ یعنی ناظرین رو زمین باید. یعنی از سطح زمین آسمان زیباست و اتفاقا عجیبه برای اولین بار که این موشک ها رو پرتاب کردن از گزارش هایی که این فضا نوردها میدادن این بود که آسمان فقط در روی کره زمین زیباست وقتی از بالاتر میریم به رنگ سیاهه مثل تخته سیاه و ستاره هم اصلا تلعلو ندارن مثل یه گچی که پاشیدن به یک تخته سیاه جل. ما این رنگی که میبینیم آسمان لاجوردی یا شفق سرخ دم غروب این به صلاح چشمک زدن ستاره ها اینا همه به خاطر قلزت هوای نزدیک زمینه در قرآن هم اتفاقا دو بار اومده میگه لقد زینا سماع دنیا به مسابی دنیا اونجا صفته یعنی آسمان پایینتر یعنی این طبقات هفتگانه ای که روی زمینه اونی که پایینتره در واقع که قلیز تره این نور ستاره ها که میاد چون این قلیزه نور میشکنه به ما این حالت چشمک زدن ستارگان به نظر میرسه شکست نور خورشید در این قلزت جو بالای زمینه که این رنگ ها رو برای ما ایجاد کرده با. ما آسمان لاجوردی آبی میبینیم شفق سرخ میبینیم از یه ارتفاعی بالاتر آسمان اصلا زیبا نیست پس این جبی که روی زمین گذاشته این کاملا علمی هم است اتفاقا نه اینکه که قرآن خواسته باشه درس <applause> <ده>. علم, به ما بده <applause> داره برحال نعمت خدا رو لطف خدا رو که بر اهالی زمینه که محیط کارتون و محیط زندگیتون رو چقدر زیبا و رنگین کردن لقد زیین سماع دنیا به مسابی یکی این یکم مسئله حفاظت رو مطرح میکنه یه جا میگه مثلا ان شدادن هفت طبقه شدید سخت رو سر شما قرار دادیم یا سبعا تباقا هفت طبقه مثلا شاید هشت بار در قرآن این مسئله نقش حفاظتی که این جو روی زمین داره حالا قبلا تصورشون این بود که فقط حفاظت در برابر این سنگ های سرگردان روزی چند میلیون از این ذرات به جو زمین برخورد میکنه که بعضیاش بزرگی قطعات بزرگی هست ولی عمدتا ذرات بسیار ریزی البته چون سرعت فوق العاده هست اگر اینا قرار بود که هیچ سپر حفاظتی کره زمین نداشت اینا همه مرگاور میشد چون با سرعت فوق العاده شدی می آمدن از گلولن بدتر میتونست مرگافرین بشه این جو روی زمین به خاطر قلزتش هم اینا رو میسوزونه این شهاب هایی که در شب دیده میشه و هم این طبقات در واقع تجزیه میکنه این طیف ماورا بنفش رو در واقع اون چیزیش که مفید برای کره زمین اینا وارد میشه بقیهش بر میگردونه به خصوص اون طبقه آخری طبقه مگنوتوسفر طبقه مغناطیسی زمین کاملا هم این طیف های خورشیدی که میان بات های خورشیدی یا کهکشانی اون که به صورت از غیر از خورشید میان ذرات سنگین در واقع همه اون عوامل و عناصر و انباجی که مخالف در واقع زیستن مزر و مرگبارن برای حیات زمین تمام اینا فیلتر میشه اینو شاید تو اون همون اولین پرواز هوایی بود که شناسایی کردن یک در واقع فضانورد امریکایی به نام ون الن اون اولین بار در واقع پیدا کرد که چه نقش عظیمی اینها دارن و این طبقات چگونه دارن تمام چیزایی که مزر برای زمین همه رو پس میزنن که این حیات زمین حفاظت شده باشه برس کردم قرآن نمیخواد که این درس ها رو به ما بده ولی کاملا نشون میده که اون خالقی که این راه رو به ما کرده این آگاه بوده بر این فانکشن در واقع آسمان این جبه که روی زمینه وگه نه پیغمبر که بر حال یک عرب 1400 سال پیش بودن نه سوادی داشتن نه این اطلاعات فنی رو داشتن نمیتونه اینها سخن پیامبر بوده باشه بله. اینا که شاید 100 سال 200 سال اخیر پیدا شده ولی خالق و سازنده این جو این آسمان ها در بحث های هدایتی خودش به گونه ای مطرح کرده که حالا آدم میفهمه که چقدر درسته پس این جو روی زمین اینی که میگه زیان ناحال ناظرین ناظرین زمین زیبا این رو میبینن خب قبلا نمیفهمیدن یعنی چی حالا ما میفهمیم که اکی. از بالا زیبا نیست یا میگه پایینیش زینت داره برای شما رنگ ها رو ما این در طبقه پایین ایزوسفر در واقع میبینیم جایی که غلظت هوا بیشتر هستش یعنی بله. نه تنها این که برای دوست و سوال کننده عزیز ما به نظر یه چیز غیر علمی زد علمی میامده بلکه کاملا قابل فهم و توجیه و درک در زمان ماست آیا غیر از اینه که آسمان ما زیبا شده و نقش حفاظتی داره مم. هم زیناها و هم سقفا محفوظا سبعا شدادن یا سبعا تباقن میگه طبقاتی برای حفاظت شما قرار دادید اینا مشکال مهم اینه که بسیاری از این عزیزان مراجعه به ترجمه ها میکنن و هر زبانی هم همینطوره وقتی که به ترجمه در میاد قاعدتا باجه هایی که جایگزین میکنن خیلی نمیتونه رساننده اون مفاهیم مفه... باشه باقیش که باشه. شما حافظ رو بخوان به انگلیسی ترجمه کنید خیلی از ابعاد خاصش رو که تو فرهنگ ایران فهمیده میشه دست میده بله. هر ای برای خودش یک نوع درکی فهمیده از این باشه خیلی متشکرم بله سوال زیاد داریم بیریم دنبال سراغ سوال بعدی که ایشون گفتن که در قرآن آمده است که خورشید حرکت می کند این دیدگاه مربوط به دورانی است که خورشید دید... حرکت می بله. بله ایشون سوال اینطوری مطرح شده و این دیدگاه مربوط به دورانی است که دیدگاه و نظریه بطلمیوسی بر جهان حاکم بود و فکر میکردن که زمین اه. ساکن است و خورشید و بقیه ستارگان به دور زمین میگردن <applause> که توضیح خواستن راجع به این آیا اصلا در قرآن به این بله. مسئله اشاره شده که خیلی. زمین ساکنه و خ... تمام ستاره ها دورش میچرخن یا این فقط یک نظریهی برای یک زمانی که همون نظریه بطلم یوسی که ایشون بهشون اشاره کردن بوده اشاره این نکرده کجوری همچی چیزی ما در قرآن نداریم در بره. قرآن همچه چند بار اشاره شده میگه خورشید و ماه و ستاره ها کلون فی فلکن یسبهون فلک یعنی مدار یعنی هر کدوم در یه مداری دارن گردش میکنن دائبین یعنی یه نظمی رو دارن مرتب اینا تکرار میکنن هیچ جا نگفته که خورشید ساکنه ببخشید زمین ساکن بله، خورشید و اتفاقا بب... کاملا تجر شمس جریان دادن خورشید رو در واقع میگه چون نگفته که به حال اینا ساکن هستن طبق هیئت بطلمیوسی اینا مثل میخوای که کوبیده شدن به یک به اصطلاح چتری دور زمین اینجوری توجیه شده ولی کاملا قرآن هم حرکت زمین رو میگه و هم حرکت خورشید رو آیات متعددی در قرآن اتفاقا زمین رو هم میگه در حال حرکت میگه تر جبال تحسبه ها کوها رو میبینید فکر میکنی که جامعه این هستن کره زمینه و هی تمر رو مر در حال که مثل ابر های شما و زمین شما داره حرکت میکنه اینا که واضحه تو قرآن و هی تمر رو مرس از صحاب داره مرور میکنه حرکت میکنه کوه ها و زمین شما این ابرها یعنی در واقع این حرکت هم زمین رو داره میگه و هم خورشید حالا من نمیدونم چی مورد نظرشون بوده ولی در حال هیچ جا نگفته که در قرآن زمین شما مرکز و بقیه دور شما دارن میگردن که به هیئت بطلمیوسی اشاره کرده بله خیلی متشکرم به سوال بعدی مطرح شده که از پیشبینی های عجیب قرآن که هیچ پایه علمی ندارد این است که روزی این کره زمین صاف صاف می شود و هیچ پست و بلندی در آن دیده نمی شود از نظر زمین شناسان یه همچین چیزی ممکن از نظر زمین شناسی مگر ممکن است که همه جا مثل دشت و کویر بشه و اصلا هیچ چیزی برای این دلیل خاصی برای این پروف این مسئله ثابت کردن این مسئله وجود نداره حالا <تصفح> اینو نظر شما رو خواستن که در زم... نظر قرآن در این مورد چی آیا واقعا یک روزی قرار زمین صاف صاف صاف, صاف بشه و هیچ پستی و بلندی نداشته باشه <تصفح> اینو میشه از نظر علمی ثابتش کرد یا یه همچین چیزی امکان پذیر نیست بله <تصفح> بله این مسئله از اشارت است که در قرآن به آینده شده یعنی در قیامت یعنی در دوران پایان حیات زمین بله البته در قرآن سوره های زیادی از سوره کوچیک که اشاره میکنه که در آینده چگونه خواهد شد از شمس و کبرت یه به نام شمس نقای که خورشید دیگه خاموش میشه کدر میشه از سماون فترت این ستاره ها مثل این که این نخ تسبیحی که این دانه ها رو نگرد داشته مثل این که پاره میشه نمیدونم ازا زلزلت الارز و زلزال ها یا الغارهت و ملغاره سوره واقعه سوره قارعه سوره زلزال سوره های که به خصوص قرآن اشارت های زیادی به اتفاقاتی که در آستانه مرگ جهان دوربر ما حالا شاید مثلا منظومه شمسی ما یا شاید یه شاخه ای از کهکشان راه شیری ما شاید خود کهکشان ما نمیدونیم ولی به هر هر روز در آسمان ده ها یا صدها از این اتفاقات داره میفته بله. در هر روز این منظومهای های مختلفی داره دچار انفجار میشه عمرشون از دست میده و هر روز صدها یا هزاران ستاره دارن متولد میشن در واقع مثل یه قبرستان و یه مثل زایشگاهی که در عالم انسان ها هست در آسمان ها هم دائما در حال مرگ و تولد هستن ستاره ها حالا ما هم در یه گوشه خلوتی از کهکشان راه شیری هستیم بر حال عمرش که ما چه میدونیم که چقدر چند میلیون یا چند میلیارد سال دیگه برها خورشید ما هم به پایان عمرش میرسه هر ستاره ای در واقع محصول تبدیل هیدروژن به هلیوم هستش که در اثر این تبدیل فعل و انفعال در فرض کنید 6 میلیون درجه حرارت این انفجاری که در درون ستاره میشه با نیروی جاذبه که میخواد جمعش بکنه مقابله میکنه در یه حالت تعادل این ستاره تولد پیدا میکنه حالا بین فرض کنید 6 7 میلیارد تا 12 میلیارد خورشید میتونه اون بکنه بعد که این مقدار ایدروژن تمام میشه دیگه نیروی انفجاری نیست و جاذبه میخواد غلبه بکنه جاذبه که میخواد ستاره رو متراکمش بکنه این پوسته مقاومت میکنه به اصطلاح پف میکنه اینو پدیده سوپر نوا بهش میگن که ناگهان حجم یه خورشید مثلا چند هزار برابر میشه <applause> تو اصطلاح آمیانش اینو میگن قول سرخ بشه بله. چون دیگه نورم سفید یا زرد نیست به رنگ قرمز در این طیف نوری میل میکنه ولی اون هستش تحت تاثیر نیروی جاذبه بسیار بسیار متراکم میشه اصطلاح عادیش بهش میگن کتول سفید چون خیلی نور سفید داره یه هسته خیلی کوچیک مثلا بسیاری از این ستاره های تپنده تا حدود مثلا در دوازه کیلومتر قطرش بیشتر نیست بسیار بسیار کوچیک در واقع میمونه این ستاره ها اصولا سطحش کاملا سیغلیه مثل آینه است یعنی انقدر نیروی جاذبه حالا بلک هول ها یا ستاره های نوترونی جاذبه انقدر شدیده که نمیتونه حتی به اندازه یک سانتی قسمتی بیاد بالا یعنی تو سرش میزنه بنابراین سطح این ستاره های تپنده ستاره نوترونی کاملا سیغله مثل شیشه است مثل آینه است این یعنی یه چیز کاملا علمیه همه با. کسانی که این اطلاعات نجوم میدارن جز بدیهیاته که میدونن بسیاری از این ستاره ها در این حالت هستن یعنی پایان و مرگ بسیاری از ستاره ها متلاشی شدن پوسته و تراکم فوقلاده هسته است که این الکترون هم در پروتون و نوترون میرن حالا تبدیل میشه کل ستاره به نوترون ولی جاذبه شدید نمیذاره دیگه کوهی باشه بره. در قرآن هم میگه یسالونه که انل جبال پیام بر از تو راجبه تو سوری تاهاز خیلی مچکه به نشاره کرد چون فقط بله, بله. به این آیه اشاره کرده 1400 سال پیش به نظرشون خیلی عجیب میومد. چه قیامتی بعد چی میشه خب این کوه به این عظمت مثلا اطراف مکه چی میشه چی میشه بله یا سلون الجبال قول ینسف و حاربین نصفن بگو اینا در آینده متلاشی از ریشه کنده میشه و یزروها قا ان صف صفن صاف صاف مثل دشت خواهد شد لا ترافی ها اوجن ولا امتا درش هیچ کجی و پستی بلندی نمی بینی بله حالا نظر علمی بنده که سوادشو ندارم که چگونه خواهد شده این تخصصی میخواد در این رشته ولی بسیاری از این ستاره ها پایان عمرش همه همینطور خواهند شد حالا اونا که متخصص هستن میدونن واقعا پایان این منظومه شمسی ما و اتفاقی که خواهد افتاد حالا چند میلیون میلیارد سال پیش زمین ما چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد جذب خورشید خواهد شد یا نه این یه اشاراتی است که قرآن کرده میگه ماه و خورشید در هم کاملا نشون میده که این نزدیک میشه منفجر میشه مثلا ماه جذب خورشید میشه در مورد زمین یه همچین اشاراتی شده بله البته بازم تکرار میکنم که هدف قرآنی نبوده که درس نجوم به ما بده ولی در پاسخ اونا که خب آینده زمین چی میشه کوه چی میشه نشون میده خب خود خود پیامبرم که قطعا چیزا رو نمیدونسته ولی وحی که نازل شده خداوندی که این ارشادت داره میکنه نشون میده اون آگاهه که وضعیت زمین ما چیه از همین اشارات میشه فهمید که چه پایانی لاقل این جهان فعلی ما داره در حال حداقل اون چیزی که میخوام از بکنم اینه که اینه چیز خلاف علم نیست حالا ممکنه علم بشر نرسیده به تعبولاتی که حالا میلیون سال پیش میخواد آینده اتفاق بیفته ولی غیر علمی نیستشین. این یه پیشبینیه که زمین آینده صاف و بدون پست و بلندی خواهد شد و خیلی متشکر همجور که خیلی علم خیلی چیزها رو ثابت کرده احتمالا خیلی زود واقعا یک نظریه علمی در این مورد هم داده خواهد شد که حتی کره زمین هم به اون بله. علم بشر در حد است که تجربه کرده در, بله. در دنیای فیزیکی خودمون اونایی که واقعا دانشمندن خیلی فروتنتر از این هستن که بگن ما همه چی رو میدونیم هرچی دانش بالاتر بره دانشمند فروتنتر میشه به قول پلانک که دو جایزه نوبل هم گرفته بود زمان خودش میگه مجموعه دانشهای ما در برابر مجهولاتمون مثل یه قطره در برابر اقیانوس ها بله. ما اصلا چیزی نمیدونیم همه جهان برای ما فعلا مجهوله ولی معمولا آدمایی که سطحی یه برداشتی میکنن فکر میکنن دیگه بشر خب همه چی رو فهمیده دیگه مشکلی بر ما نیست و انتظار دارن چیزی رو بپذیرن که حتما از نظر فیزیکی و شیمیایی آزمایش کرده باشه در باشن. این زمان بله. اثبات شده باشه بله اگه اجازه میدیم بریم برای سوال بعدی بله. و هم من سعی کنم این سوالی که بیننده عزیز مطرح کرده من براتون بخونم گفتن که مخصوصا اشاره کردن به سوره <تصفح> تاها آیه پنجش که تاها. بله که معنیش میشه خدای رحمان بر عرش استیلا دارند که گفتن که از آیات خنداور قرآن یکی هم درباره نشستن خدا بر تخت عرش است این, در این دیدگاه از ذهن یک آدم 1400 سال قبل در قبل قبل در صحرای عربستان یک فکری بوده که میکردن واقعا این چکیده فکریشون بوده که خدا را مثل یک شیوخ قبیله عرب در نظر میگرفتن که بالا یک تخت چوبی نشسته و زیر چادرهای صحرا تصور میکنن یعنی تصور این از ذهن یک آدم 1400 سال پیش این بوده که خداوند مثل واقعا اون شیخ عرب که بر یک تخت خیلی قشنگی میشینن و بعد روی آسمان مثلا تصور میکنن که خداوند نشسته و البته چون اشاره کردن به یک آیه ای اینی که دلشون میخواد بله پنجم تا دلشون میخواست که نظر شما رو بدونن و ببینن که واقعا این منظور خداوند از این آیه چی بوده در هر زبانی واجه کلماتی داره که باید تو همون فرهنگی رو فهمید یکی حالا که آیش رو پیدی کرد میگه الرحمن علال استوار بله. رحمان بر عرش استوار شده عرش معمولا یه چیز بلندی رو میگن داربست هایی که فرض کنید بوته انگورم مثلا میذارن ساختمان های بلند تو زبان فارسی هم اینطور است میگن فلانی رو از عرش سلطنت به پایین کشیدن یعنی چی؟ بله فلانی رو به از عرش سلطنت به پایین کشیدن یعنی چی؟ کدوم عرش؟ یه مفهوم دیگه یعنی از اون نهایت قدرت به پایین کشیدنش یا یعنی میگن انقدر درباره فلان شخص قلوب میکنن اون رو به عرش علا بردند بله ولی شما کتاب لغت برین میگه عرش میگه که میزه بلند پای بلند یعنی چونه به عرش علا بردن یعنی بردنش رو میزه پای بلند نشوندنش ببینید این تو هر زبانی یه همچی چیزایی داره یه مفاهیمی میسته زبان عربی هم همینطوره عرش یعنی اون چیزی که خیلی بلنده دو تصور ذهن آدم نهایت قدرت یک سلطان مثلا پلانی رو از عرش سلطنت به پا پایین کشتن تو ذهن انسان هم که خدا پادشاه جهان هستیه نیست بله حالا میگه که کی اون بالا نشسته این همین آیه که گفتن حتی من آقای بازرگان ترجم اینجا وقتی الرحمن میگن این آیا برمیگرده به آیات قبل که ما میگیم خداوند همین میخوام اینا مرز میکنم اوکی چون من چطور بله. نمیخواد بگه که خدا مثلا کنار یه رودخانه آبی نشسته رو تخت و مثلا سماورم داره قلقل میزنه و نمیدونم می یه قلیون هم گذاشتن خدا داره میکشه و دا متکام گذاشتن تکیه داده این تصور این این میگه که خدا نشسته خدا رو عرش نشسته تصور یعنی کلمات رو میان ترجمه بله میکنن ولی عرش رو به اون معنا بگیریم درست مثل عرش حکومتی یه سلطانی برای عرشه حالا میگه که کی داره اون بالا حکومت میکنه میگه رحمان و علال عرش رحمان بر اونجا قرار داره رحمان نظر عربی مبالغه رحمته یعنی بی نهایت رحمت یعنی اون کسی که داره اداره میکنه اون به صلاح گرداننده جهان یه جبار نیست یه دیکتاتور نیست یه آدم خونریز نیست یعنی در این نظام این بحث مطرحه که مدیریت جهان نظام فراگیری که بر عالم هست این نظام ویژگیش چیه؟ میگه الرحمن و علال عرش استبا". الله حتی نمیگه علیم نمیگه عزیز نمیگه قفور نمیگه رحمان آم بودن رحمت خداست رحیم باز رحمت ویژه است ولی در زبان عربی باب فعلان فعلان در واقع رحمت گسترده است یعنی اون که داره جهان رو اداره میکنه سرچشمه رحمته ببین آیه قر... اول اینو میگه این میگه بله. این کتاب رو کی نازل کرده تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات الاولا بله. یعنی کسی که داره هدایت میکنه انسان ها رو کیه این همون کسی که آفریده این زمین و این آسمان بیکران رو این کهکشان ها رو سماوات الاولا انقدر دارای علو و اهلا. چه صفتی داره الرحمان و علال عرش استبا اونی که این عرش رو داره میگردونه رحمانه لهو ما فی السماوات و ما فی و ما بینهما و ما تحت سرا همه اون چی که در آسمانه و همه اون چی که در زمینه و هر چی که بین آسمانها زمینه و هر چی که زیر زمینه همه متعلق به اونه یعنی پادشاه جهان هستی مالک همه هستیه و بعد میگه که حالا علمم داره چه آشکار سخن بگی چه پنهان بکنی بنابراین اون تصوری که این دوست عزیز کردن که این آیه داره میگه خدا رو تخ نشسته و لم داده این اون نمیگه داره مسئله آفرینش آسمان ها زمین این آسمان های بیکران و این صفت اون کسی که داره اداره میکنه برای استثمار مردم نیست یه مقداری این تصورات از اینجا ناشی میشه چون به نام دین در طول تاریخ جبارانی حکومت کردن خون ریختن خشونت کردن بدبختی ها به بار آوردن دیکتاتوری کردن ظلم و ستم کردن خب همه به نام دین متبلیان دین با ادعای دینداری ظاهرا تو ذهن کسانی هم خطور میکنه خب بله خدام یکی از همینا در واقع جبار و دیکتاتور و تعطیل کننده آزادی و اختیار و اقلانیت انسان اون بالا نشسته اتفاقا تو این آیه داره اینو میگه که اداره جهان یا خدایی که منظور قرآنه سرچشمه و مدن رحمت رحم. اونم رحمان هستش در واقع فکر میکنم زدمون تصوری است که به ذهن این بیننده عزیز خطور کرده مرسی من تا واقعا همجوری که شما دارین میگین این آیات هم نگاه میکنم من فکر کنم که این صفت خدا رو الرحمن و رحمان بودنشو اگر که حتی یه بشر سعی کنه اون صفت خدایی الرحمن البته به اون گسترش نه یه مقدارش هم داشته باشه درون خودش انقدر این شاید واقعا آرامش داشته باشه که انش... مثل اینه که بر عرش اعلانش هسته مثلا با یک حالتی که واقعا من اون صفت خدایی رو اگه دارم انقدر رحمت از من میباره انقدر گذشته منم میتونم بر اون عرش بشینم یعنی <applause> <applause> اون صفت آرامش و اون صفت احساس خوب بودن و آدم وقتی میکنه فهم کنه روی عرش نشسته یعنی واقعا من فکر کنم این آدم بتونه تمرینش بکنه <applause> خود رحمان رو که ترجمه بحر. میشه به فارسی ما اکثرا درست درک نمیکنیم. کنیم این مثالی میزنم چون خدا میگن بسم الله رحمان رحیم به نام اون اللهی که هم رحمان هم رحیم با. خب رحمان و رحیم که هر دوش از رحمت میاد حالا تو ترجمه های فارسی می به نام خداوند بخشاینده مهربان بخشانده مهربان آخه رحمان و رحیم هر دوش یکیه ولی وقتی تو زبان عربی تو دو حالت نه. فعلی میاد معناش فرق میکنه من مثال میزنم شما فرض کنید خورشید خورشید دو حالت داره نور و گرمای خورشید که میتابه بر همه زمین یکسان میتابه یعنی اون طرف زمین با. که روی طرف خورشیده چه دریا باشه چه جنگل باشه چه حیوان باشه چه درخت باشه به انسان ها چه آدم خوبیه چه بدیه چه خدا رو قبول داره چه نداره یعنی این داره یکسان این نور به همه جا میتابه به این میگن رحمان ولی در عین حال رنگ مثلا تیره به خودش بیشتر جذب میکنه رنگ روشن نورو کمتر جذب میکنه اینو میگن رحیم بله. یعنی خداوند رحمتش به همه داره میتابه حالا یه کسی این رحمت رو میپذیره بیشتر خدا بهش میده مثل خورشید که وقتی بیشتر میگیره این موجود بیشتر اون انرژی رو به اون میده دیگه نیست بله حالا میگه کی بر عرش مستولیه یعنی خدایی که رحمتش به عام و خاص داره میتابه بنابراین یه خدای ویژه قوم عرب قوم عجم نمیدونم این برای دنیا اون برای دنیا مسلمان غیره نیست این یه رحمت جامعی داره اونی که این جهان مالک و اداره کننده هست این آسمان های بیکران ساخته در واقع داره این دید تأثبامی زد داره کنار میبره یعنی وجود نداره یعنی یه قوانین جامع و شاملی داره که شامل همه هست حالا تو نمیخوای در برابر این پرتو به نور قرار بگیری مثل موش در حفره خودش میره زیر زمین تو تاریکی تو محروم میشی تقصیر اون رحمان نیست یا یه کسی میاد ظلم میکنه ستمی میکنه اونا دیگه دو عمل کرده انسان هاست وگرنه خدا فراتر از این ظلم و ستمه این مشکلات عمدتا از این سو استفاده های از دین و اینه که یک دی با جباریت و خشونت بر قدرت تکیه میکنن و پدر مردم به نام دین در میارن میخواد بگه نه خدای واقعی جبار بر عرش قرار نگرفته دیکتاتور قرار نگرفته رحمان, رحمان قرار رحمانه. گرفته بلی. بریم سراغ سوال بعدی که از نحوه سوال به نظرم نمیدونم ایشون ضد قرآنن یا اصلا مسلمانن یا نه چون نوشتن که در چند جای قرآن شما مسلمانان گفته شده بلی. که خداوند ادهی از بنی اسرائیل را به خاطر انحرافاتشان تبدیل به میمون کرد و حتی بعضی ها را تبدیل به خود کرده است آیا این نسبت داد منظورشون فکر میکنم مثلا آدم هایی که دین دیگه داشتن دیگه اونا را تبدیل به خود کرده آیا این نسبت دادن ها از اختلافات م. بین مسلمانان با پیروان دین های دیگر ناشی نشده است؟ یعنی خاطر اختلافی که بین دین های مختلف ها بوده یهودی بوده مثلا این چیزها رو آیات قرآن البته اشاره کردن به آیه که در قرآن وجود داره سوره معایده آیه شماره کنم شستش باشه یا چیزه بدین من یه نگاهی کنم بله. بل. شماره آیه شماره, شماره شست سوره معایده که اشاره کردن بعد و در آخر سوالشون گفتن که آیه از نظر علمی اصلا یه همچین چیز ممکنه که مثلا یه انسانی رو که از جنس انسانیت تبدیلش کنن به یک حیوان مثل میمون و خوک این سوالی بوده که <applause> از آیه مایده شماره شست ایشون بیرون کشیدن حالا لطف کنین اینو یه توضیحی برای بیننده عزیزمون بدیم بله خوب نظر علمی که چنین چیزی اصلا ممکن نیست مقدور نیست که یک انسان که فیزیولوژیه یعنی آدمی داره این تبدیل به یه حیوان دیگه بشه سگ بشه خوک بشه میمون بشه از این مسخ جسمی گرچه بعضی از مفسرین این تصور رو کردن که بله یه دی در طول تاریخ مثلا تبدیل به میمون شدن تبدیل به خوک شدن فکر کردن که یه نوع نسخ جسمیه در حالی که تو این آیه بله این اشاره هست ولی نسخ شخصیتی میگه در واقع و یعنی... تو زبان عربی هم فراون هستش شبیه این یعنی خصوصیات اخلاقی اخلاقی و میمون اون چه که خب الان معمولا هست میگن تقلید به میمون تشویح میکنه بله. یا اونایی که به هر چی دستشون بیاد میخورن در بند پاکی نجسی مثلا حلال حرامیش نیستن میگن مثل که مثلا هر چیزی رو میخوره خیلی رایت چیزی نمیکنه تو قرآن اتفاقا داره داستان اینی که گفتن یک ایده از قوم بنی اسرائیل داره میگه که اینا حرمت روز شنبه رو شکستن بله. خب حالا مسلمان ها روز جمعه دارن یوم الجمعه روز جمع شدن اجتماع اونا روز شنبه دارن حالا قرآن هم خیلی این رو تأکید کرده نه تنها یه زدیتی با یهودیان نیست اینجا داره در واقع حمایت میکنه یعنی داره انتقاد میکنه از کسانی که حرمت روز شنبه رو شکستن <applause> یعنی در شریعت اونا این بوده که خب اگه شش روز برای کار فردی خودمون برای کار دنیا و مادیات داریم تلاش میکنیم یه روز کار نکنیم یه روز حالا ریشه تاریخیش این چنینه همطور که در عالم اسلام هستش که خب شیش روز برای خودت کار کردی یه روزی برای جماعت دیگه به جماعت برس به مردم به همسایه به این ورون بر یه جماعت در جماعت مسجد جماعت جمع بشین اون چیزی که به سرنوشت جمعیتون ارتباط پیدا میکنه یهودی هم خب روز شنبه رو دارن با همین فلسفه حالا از قومی رو داره تعریف میکنه سرنوشت قومی رو اصحاب و سبت یعنی یاران روز شنبه کنار دریا زندگی میکردن میگه خب ماهیام شرطی شده بودن عادت کرده بودن روزای شنبه مرتب رو سطح آب می آمدن. چون احساس امنیت می کردن. نه قلابی نه توری چیزی میگه این خب خیلی تحریک کننده بود برای اون مردم از یه طرف روز شنبه بوده نباید کار می کردن. از یه طرف هم این همه ماهی که فراوان قابل سید و دسترسی تحریکشون می کرد یه دیمیان کلا شرعی می زارن. یه کانالایی تو ساحل می کنن و با قایق میرن روز شنبه ماهی رو به صلاح رم میدن تو این کانالا بعد در کانالا رو میبندن میرن خونه صبح روز یه شنبه میان ماهی گیری میکنه یعنی عملا با کلا شرعی حرمت روز شنبه احترام شنبه رو میشکنن حالا این داستان رو تعریف با. کرده تو سور اعراف که چطور برحال دیندارا میگن که آقا این کارا درست نیست شما با این کارتون دارید حرمت این دینی رو میشکنید احترام این روز از بین میبرین ولی چون یه دی میرن این کار میکنن سود کلانی به دست میارن ماهی بیشتر میگیرن روز بعد مثلا هفته بعد ده نفر بعد صد نفر بعد 500 هزار نفر همه تقلید میکنند این نوع به صلاح کلا شرعی رو بله. حالا تو اینجا میگه میگه اینا میمون شدند حالا نه اینکه دم در و تبدیل به میمون شدن اه. یعنی یه جامعه ای که ارزش های دینی خودش رو داره فدا میکنه میفتن توی خطی که منافع بیشتر به دست بیارن این میشه مثل میمون دیگه بله. یعنی یک نوع شخصیته در واقع قرآن داره دفاع میکنه از این شریعت یهود نه اینکه حالا تصوری که ایشون بوده دعواهای مثلا بین مسلمان یهودیا بوده قرآن خواسته به اونا توهین بکنه که بله. شما مثل میمون شدید یا برعکس یه جایی راجب خوک میگه میگه جعل من هم آیه که گفتن بله قدرت تول خنازیر و عبدت تاغوت میگه خنازی خنزی را میره اینا با رشف خاریشون مثل خوک شدن حالا نه که بدنشون خوک شد یعنی اون صفت رو پیدا کردن شبیهش تو قرآن جای دیگه هست اینا که میگه به جون هم افتادن مثل سگ و گرگ میگه تکالو به هم سگ صفتی هاشون یا گرگ شدن اینا از مثال فرض کنیم میگه اونایی که کتاب و دانش و دین و اینا دارن ولی عمل نمی کنن چارپایی برو کتابی چند مثل هم که مثلا همار نمیخواد توهین بکنه میگه یک خری وقتی که بار کتاب کردن ولی فقط داره حمل میکنه نمیفهمه میگه مثال این آدمایی که کتاب و درک و فهم داره ولی عمل نمیکنن مثل اونه یا جای دیگه مثل سک تشنگیش دائما داره تشنه گرما هست این طبیعتشه میگه این آدمایی که هر چقدر بهشون خوبی بکنیم باز اینا قدر نمیشناسن دائما تشبیه به حالت های مختلف حیوانات تو قرآن بره. شده به اسب هستش به نمیدونم مگس به مورچه به نمیدونم فرض کنید زنبور اصل جات مثبتش البته میگه مهر زنا رو مثل زنبور اصل که این اصلش رو رایگان شیرین میده اینجور تقدیم بکنین اینا تشبیهاته و اینا اونم ربطی به این نداره که دعوا و توهین مثلا به پیروان توهان تمجید و تایید این سنت های دینی اوناست بلد. که داریم مثل اینکه وقتمون زیاد نیست ولی من هنوز یکی دو تا سوال دیگه دارم سعی میکنم که اگه اجازه بدین من دو تا سوال شاید با هم بخونمش اوکی. که شما بتونین جواب بدین که ما این بحث رو بذاریم کنار و انشالله تو جلسات بعدی به سوالات دیگه بیننده هامون برسیم سوالی که مطرح شده من سعی میکنم کوتاهش کنم راجه به نکات غیر اقلانی قرآن اشاره کردن که در مورد ربا گرفتن که در باز اشاره کردم به سوره بقره آیه شماره در شماره 275 که حالا ما برمیگردیم به اون که گفتن که کسایی که رباخاری میکنن خداوند اونا رو شکل دیوانه های شیطان زده شون میکنه که این خوب از نظر دلیل من این سوال رو نمیخونم چون طولانیه که منظورشون اینه که این دلیل پزشکی نداره که یک آدمی که رباخاری میکنه دیوانه بشه و شیطان زده بشه در حالی که اینا تمام دلایل علمی داره که چرا و سوال بعدی که باز کوتاه بریم سوال بله. اوکی. بله حالا اینشون مثل که تصور کردن که قرآن گفته که اونایی که مثلا رباخار میشن شیطان مثل که با اینا تماس میگیره و دوچاری جنونی میشن در حالی که جنون دلایل مثلا روانی داره در حالی که آیه قرآن نمیگه میگه این یعکلون رب ربا اونایی که نزول خار هستن یعنی زندگیشون از طریق سو استفاده از بدبختی های مردم تأمین میشه که نزول روی نزول و از آف مضاعف میگیرن میگه لا یقومون اینا رشد نمیکنن شکوفا نمیشه شخصیتشون فلوریش به اصطلاح نمیشن الا کما کما بله یتخبطه شیطان من المس مثل آدمایی که به خبط و خطا میفته یعنی شیطان بر افکار و اندیشهشون حاکمه و دچار اشتباهات میشه میگه این آدم حالا فکر نکنن نظر ظاهری به مال و منالی رسیده پول و ثروتی به هم زده حسابای بانکیش رفته بالا این حالا بالا رفته این رشد نکرده این بله. آدم از نظر مالی رشد کرده ولی مثل آدمایی که پشت سر هم خ... تخبت هود خبت یعنی خطا دیگه یعنی چون یک راه خلاف خطاست نزول خاری از بدبختی بیچارگی مردم این آدم ها رشد نمی کنن و دچار خبت و خطاهای شیطانی میشن اون اون رو داره میگه در بله. بله. یه مقداری اشکال اینه که اینا ترجمه های عادی فارسی رو نگاه میکنن و از اصل چیز. مفهوم تو با میشه سوال بعدی؟ سوره... چیز آیه یعنی منظورم سوال بعدیشون هم باز در رابطه با همینه که اشاره کردن به آیات 7 تا 11 سوره صافات که ما آسمان ها را از اینکه شیاطین بخواهند دزدکی به اسرار آن گوش دهند حفظ کردیم و آنها رو با تیر شهاب میزنیم و عذابشان میدهیم که این کار رو به اصطلاح پانیشمنت این شیاطینه که میخوان از اسرار خداوند پی ببرن اونا رو خداوند خلصه پانیششان بله. میکنه و اشاره کنم با یه هفت تا یازده سوره صافات خب حالا ما من وقتی هم که اشاره میکنم خیلی نداریم و... بله بله ببین اینم هم شبیه همون سالیست که راجع به سیستم حفاظتی زمینه ببینیم باید, باید ببریم خودمون 1400 سال پیش به چه زبانی میشه این حقایق رو به مردم گفت ببین کلمه شیطان رو سوره صافات گفت بله میخواین من میگه تر میگه تر که الان آوردم من میدونم چه چی بله، دارم میگه بله. هر بله. که چی مورد نظرش باشه حالا من تا چیز میکنم شما پیداش بکنید من پیداش که میتونم ترجمه بله. شو تون بخونم یا شما... که... شما لطف کنین آیه بله، شو بخونید آوردم سوره بله. چیزو بله سوره ببینید میگه کلمه شیطان اصولا این چیه. الان به هر کسی بگین که شیطان فکر میکنه شیطانی موجودیه که در واقع ما رو فریب میده ولی کلمه شتنه در زبان عربی یعنی چیزی که از مسیر و مدار خودش خارج باشه به اون ابلیس هم که میگن شیطان بران که او از مدار اطاعت خدا خارج شد شتنه یعنی در واقع این یک صفته یه وصفه اون موجود که اسم شیطان نبود یعنی عملش یه عمل شیطانی بود بحید. بارها انسان ها رو میگه این شیطانه شیاطین الجن والانس شیطان صفتهای انسانها و اونایی که پوشیده و پنهانن شما نمیشناسین در قرآن دو تا واژه مقابل هم اومده یکی فرشته است یعنی ملائکه که شیطان دقیقا هم اندازش تو قرآن یکیه یعنی هر دو شست و نه بار مثل اینکه تکرار شده بله. نه بار ملائک شست نه بار, شست و نه بار شیطان جمعش هم با واجه هم هشتاد و هشتا اینه هشتاد هشتا اونه یعنی نیروهای مثبت و نیروهای منفی بله. یعنی ما تحت تاثیر دو نیروی کاملا مساوی قرار داریم نیست؟ درست حالا کلمه شیطان در واقع هر چیزی است که از اون مسیر مثبتش انرژی مثبت خارج شده باشه یکیش هم اون موجودیش یا انرژی مثل جاذبه ای که قرآن میگه اینا تاثیر القاات او قرار نگیرید در همون قرون اولیه روایات زیاد داریم میگن ناخونتون رو بگیرید زیرش جایگاه زندگی شیاطینه بله میکروب هنوز کشف نشده بوده یا آب آلوده رو نخورید این تو جنها یا شیاطین هستن یا خیلی چیزا فراموز صدها چیزایی از گذشته بعدها مثلا میکروب و آمیب و نمیدونم همه این باکتریا و اینا معلوم شده ولی در گذشته یه درک کلی از این چیزا داشتن یا خبره میدادن ولی با تعابیر کلمات مثل شیطان حالا سنگ های سرگردانی هم که تو آسمانن به جب زمین برخورد میکنن میگه تو آسمان بالا دائما اینها هستش تبدیل به شهاب میشه در واقع میگه اینا به قسمت بالاتر به ملع اعلا نمیتونن برن الان خب به نظر علمی روشن شده که ارز کردم اون کمبند ون که هست دوره به سلا این قسمت بالا طبقه مگنوتوسفر وقتی که این ذرات خورشیدی یا کیهانی وارد این سیستم بعضی که بر میگردن کاملا انکاس پیدا میکنن بعضی که وارد جو زمین میشن تو اون کمبند ون گیر میفتن یه حرکت چرخشی میان دو طرف قطب قطب شمال و جنوب آرورا را تشکیل میدن این آرورا شفق قطبی درست مثل یک کوره آشغال سوزی بالا سر قطب شمال و قطب جنوب زمین کسانی که میرن آلاسکا و یا این چیزا میرن همه اینا رو میرن, میرن میبینن دیگه تماشا میکنن دائما آسمان مثل این فورث آف جولای آتش بازیه و دائما نورای عجیب غریب اکثرش رو شاید دیده باشید فیلماش هم هست اینا همه در واقع به اصطلاح ما آشغالایی است که تو جنب زمین وارد میشه از کیهان یا چیزای اطراف یا خورشید اینا همه داره سوخته میشه اینا در واقع با زر... برخوردای هسته ای اینا از بین میره حالا متاسفانه فرصت نیست من اینو بله. باز بکنم که با اینکه ظاهرش به نظر میاد که یه چیز خلاف علمه دقیقا نشون میده خدایی که این حقایق رو به ما گفته نه اینکه بخواد از به ما آموزش بده که حالا برید ببینید مثلا چه اتفاقاتی بالا میفته به زبان قابل فهم مردم 1400 سال پیش با واجه که ما امروز یه درک دیگه داریم از جن، از شیطان میگه در واقع اونا نمیتونن بیان بالا برن سوخته میشن اونجا ده. به یه زوان. حالا مفسرینی که اصلا این چیزهای علمی رو نمیدونستن فکر میکنن جن یا شیطان اونجا حق نداره گوش بده دوزکی گوش بده میسوزوننش یه تعابیر خیلی عجیب و غریبی کردن ولی با دانش امروز خیلی بهتر آدم میتونه بفهمه که چه توضیح میده حالا انشالله یه مورد دیگه اگر شد توی جلسه حتما. دیگه اینو بیشتر بازش کنیم انشالله واقعا جواب این بله. دو تا سوال آخر رو شاید تو برنامه دیگهمون بیشتر بله. توضیح بدیم ولی خیلی وقتمون کمه از بیننده های عزیزمون توجهتون واقعا به این برنامه بسیار سپاس گذاریم تا برنامه بعدی همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم در حال بندم به صحب خودم تشکر میکنم سپاسگزاری میکنم از صبر و توجه و حوصلتون و عذرخواهی میکنم که بعضی از این سوالات به حال در حد برنامه ما با این وقت محدودمون نمی گنجه و مجبوریم تلگرافی و خیلی ساده و مجمل پاسخ بدیم و میدونم کفایت نمیکنه و قانع کننده ممکنه نباشه به حال اگر بیشتر تو این زمینه توضیحاتی خواسته باشین حالا میتونیم توی این برنامه یا به صورت مکتوب بخواین براتون بفرستیم که دقیقا چی داره میگه این موضوع یا مقالاتی اگر تو این زمینه هستش داکیومنت هایی هستش مدارکی سی دی دی وی دی چی تو این بحث ها میتونیم که اگر کسانی علاقمند و کنجکاو به تحقیق بودن خدمتون بفرستیم بردن خیلی متشکرم. بسیار متشکرم و ممنون هستم